اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. دریای سرفرازان، مازندران، گیلان، تالش، هر سوی میهنم گلواژه ایست زیباتر از ترانه خورشید. ایران سربلندم را من عاشقانه میخوانم تا آخرین نفس سرباز پاسمندش میمانم. پاینده باد ایرانم، پاینده ملک شوکت دورانم. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 5 نوامبر، 14 آبان ماه به شما سلام. یه ترانه‌ای رو گوش میکردم، اصلا حالم رو منقلب کرد. یک جوان افغانی ترانه خونده برای یادآوری پیوند ایران و افغانستان و تاجیکستان، یگانه بودن. وقت تو استادیوم باغ شمال پرچم ترکیه رو بریم بالا، پرچم اردوغان و پرچم الهام علیوف و چجوری جرأت میکنید؟ شما فکر کنید اگر ستارخان یه معجزه میشد، یه اتفاقی از گور میومد بیرون، با شما چه میکرد؟ با شما چی کار میکرد؟ بدتر از اون کاری که با مستبدان کرد. اگر علی موسیو میمد بیرون چی کار میکرد با شما؟ اگر خیابانی میمد بیرون، صیغت الاسلام میمد بیرون، افسوس، اگه تقی‌زاده میمد بیرون، کسروی میمد بیرون، پرچم ترکیه، پرچم الهام علیوف، باور کن همون قطور و خوی و همون گوشه عرض مجموع اونا میخورن الهام علیوف و دار و دستشو. آقای میخورن، منظورم خوردن، خوردن نیست، منظورم از نظر قدرته معنوی و روحی و جسمی و نظامی است. نکنیم این کار رو، فریب سپاه رو نخوریم. این سپاه دشمن ایرانه، ما نباید دم دست بازی که رئیس سپاه شده رئیس باشگاه، حالا بازی در میره پرچم جدایی میده دست یه عده تماشاچی. اینا نقشه دارن، باور کنید اینا نقشه کشتار دارن. اینا که این حرفای جدایی رو میزنن، لطفاً برا من روشن کنن مرز بین کردستان و آذربایجان از کجا میکشن، با ارومیه چیکار میکنن، با مریوان چیکار میکنن، با اشنویه چیکار میکنن. هزاران سال اینا با هم زندگی کردن، حالا شما میخوای خط بکشی جدا؟ این آرزوهای شوم با جمهوری اسلامی به گور خواهد رفت، واقعا به گور خواهد رفت. دیروز آدم خجالت میکشید، سه تا از این گروگان ها از جمله بری روزن دوست من، تفلک چقدر شکست و داغون شده، عاشق ایران بود، عاشق ادبیات ایران بود. میرفتیم ساعت ها با هم میشستیم راجب حافظ، فردوسی، سعدی،
راجب این که بیایم دعوت کنیم شاعران ایرانی امریکا برن، شاعران آمریکایی ایران بیان، مبادله ادیب داشته باشیم. 444 روز اول زندگی، جوونی، زنش تازه وضع هم میخواست بکنه، چه بلایی سرش آورده. و الانم دست بر نمیداره. یک پلیس بازنشسته آمریکایی بیچاره رو میکشوننش به کیش، بعدم توسط قاتل مرحوم طباطبایی میندازنش تو تله سپاه و میبرنش به همین راحتی. ویلیام باکلی رو چجوری دزدیدن و دزدی های بسیار. بعدم گفتم رژیمی است که با افتخار میگه من دزدیدم. یه داستانی براتون بگم خیلی جالب. چند شب قبل تائب شرفیاب بوده، بعد از شرفیابیشون که تموم میشه، که وقتی میخواستن بیان بیرون، آقای تائب و چند نفر دیگه از دفتر مقام معظم رهبری و یه دو سه تای دیگه، آقای روحانی و اینا مقادیر راه رو با هم همقدم بودن. بعد آقای محمود علوی هم بوده. محمود علوی به تائب میگه باید بهتون تبریک گفت به خاطر دزدیدن روح الله زم. آقای تائب برمیگرده میگه اگه شما برای ما زم درست نکرده بودی ما دوچار این مشکل نمیشدیم. علوی هم برمیگرده میگه ما برای شما زم درست نکردیم ولی شما صدها زم درست کردید. و اشاره میکنه به اون جوجه ای که توی دانمارک میخواد خامنه ای رو خشایارشا کنه و یکی دو تای دیگه توی این ور اون ور هستن، یونان و ترکیه و آلمان و یارقوزآباد و به هر حال اینجا جمع شدن. اشاره میکنه که خب شما که ماشاءالله یکی دو تا هم ندارید، تعدادتون زیاد. اینم داستان آقای تائب. اما یه نکته، چند تا امروز مسئله عمده ما این است که آمریکا به چه دلیل اهل بیت مقام معظم رو بلک لیست کرد. دونه دونه شون رو میگم، جایگاهشون رو میگم و میگم چرا، چرا اینا الان، چرا اینا خیلی مهمه. و بعد آقای ترامپ واقعا چی کار میخواد بکنه؟ میخواد با رژیم بسازه؟ همین امروز سخنگوش برمیگرده میگه که درسته اینا گروگانگیری کردن، این جنایتو کردن، این کارا رو کردن، اما ما هنوز حاضر به گفتگو هستیم. این نکات قابل تحمل. اما بریم آقازاده بیتی رو ببینیم که صاحب این بیت فیلسوف اینا بود، شاگرد متمیز سید روح الله مصطفی کشمیری بود و بعدم در مرگش برای اولین بار خمینی دستمال در آورد، یه قطره ای چکوند و چنین ادایی رو در آورد. البته خود ایشون در کنار مقالاتی که در مجله زن روز می نوشتن، مجله‌ای که آقایون حرامش می دانستن و ایشون می نوشت و دستمزد بسیار خوبی هم می گرفت، یعنی به نسبت پولی که اون زمان به مقاله نویسان می دادن 2000 تومان پول خیلی خوبی بود که آقای دوامی سر ماه می داد با آقای مطهری به خاطر 4 تا مقاله که تو زن روز می نوشت. آزاده آقای مطهری یک موجود دکتر جکیل و مستر هایده، یک چهره ای داره که خب تا یه حدی میشه قبولش کرد، نیشی میزنه، مطلقی میگه، انتقادی میکنه، اما یه چهره داره مثل همون چهره پدرشه که چهارشنبه سوری رو جشن گبران و کافران و کار بیهوده از روی آتش پریدن، این کفر است و غیر و غیر. این آقازاده رو نگاه کنید در برابر یک دختر چه میگوید، نگاه کن. من دایشون گفت که
نه قرص هم همین دو بار هستم و قرص به شما از بارم قرص زده بارداری پس در شما هم تو بکنم قرص زده بارداری پس در شما هم تو بکنم قرص زده بارداری پس در شما هم تو بکنم خیلی ممنون که اجازه رو فرمید ایشون گفت که شما گفتی زمان اوباما بوده گفتی که الان مذاکره و مذاکره سلام نیست گفتی سلام نیست چون موضع ما ضعیف میشه ملاحظه کردید نایب رئیس مجلس پسر آیت الله مطهری برادر همسر آقای علی لاریجانی در دانشگاه به یک دختر دانشجو چه پاسخی میده او قرص سردرد میگه به خاطر وراجی‌های بی ربط ایشون و اون میگه اگه قرص ضد بارداری هم بخوای من دارم تو جیبشه چون این کار است اینا همه متجاوزن دیگه همشون هستن برنامه‌ای براتون فردا دارم که حکایت تکان دهنده ای رو خواهید دید شنید و اون وقت میدونید این رژیم تا چه حد آلوده است این رژیم تا چه حد در پستی و جنایت غرقه این نایب رئیس مجلسش بود وای خدای من فکر کنید مثلا نایب رئیس مجلس نایب سردار فاخر حکمت یه همچی حرفی رو زده چه کارش میکرد یک کلمه دکتر پیراسته تو مجلس گفت خونه نشینش کرد شاه به شاه هم نگفت خطاب کرد خانم یه حرفی زد نامربوط خونه نشین شد تا آخر عمرش اون طاغوت بود یا یاغوتن اینا روزی 7 دفعه نماز میخونن به جای 5 دفعه بله واقعا که عراقی ها قوقا کردن یعنی این مردم شجاع این جوانان شجاع ایستادن تو کربلا لانه جاسوسی ولایت فقیه رو آتش زدن در شهرهای دیگه هم همینطور در بصره در کربلا در ناصری در همه جا و بیشتر در مناطق شیعه نشین خیلی جالبه از یکی از دوستای عراقی میپرسیدم چرا سنی ها تو میدون نیستن گفت مخصوصا الان شیعه ها اومدن اینا دارن میگن اینا نوکر اسرائیلن نوکر عربستانن وای به حال اینکه سنی ها میمدن مطمئن باش ببین راجب سنی ها اینا چیا میگفتن دیگه برای همین سنی ها فعلا کوتاه اومدن و منتظرن که ببینن شیعه ها چه میکنن و من دور نمیدونم روزی رو که متاسفانه شیعه ها به جان یکدیگر بیفتن یعنی شیعه های ذوب شده در ولایت جهل و جور و فساد با شیعه های عراقی که وطنشون دوست دارن شیعه هم هستن امام حسین هم دوست دارن ابوالفضل هم میگه یا ابو فاضل میره باش حرف هم میزن اون رو که خودش دلش میخواد ولی حق اجازه نمیده سید علی آقا قاسم سلیمانی در امور کشورش مداخله کنه تمام که بنده هیچ وقت دلم نمیخواد آقای حکمتیار برای من تصمیم بگیره هیچ وقت و در اینجا هم ما کاملا به چشم داریم میبینیم که جوون عراقی حالا راجع به لبنان هم خواهم گفت چطور جوون عراقی ایستاده و از حیثیت حاکمیت وطنش داره دفاع میکنه در همون تظاهرات یکی از این بچه هایی که تیر تکیر اندازی میکرد و باعث کشته شدن یه جوان شد مدارکش رو گرفتن معلوم شد از پاسداران جمهوری ولایت فقیه نگاه کنید ایرانی نضربونه و های خدمت اسم ارمي اطفرها فورها هاي همينة مشهد حماية مشهد هاي حماية دخول الكرنيه مال امام مشهد
هذا الفيزا كارت مالتهم وهاي البيمة الخدمة مال الهلال الأحمر بعد شردون من عندنا هاي حماية دخول الكارنيه مال إمام مشهد هذا الفيزا كارت مالتهم وهاي البيمة الخدمة مال الهلال الأحمر بعد شردون من عندنا آقای نوری شنیدیم شما تکتیر انداز ایرانی هستی در عراق داستانش چیه؟ داستانش اینه که من رفته بودم واسه کار عراق یک ماه اونجا موندم دیگه آخراش یه تا شلوغ شده بود عجله‌ای شد مدارکم اونجا جام کارت ملی و دیجیتال جامون امروز صبح یک کلیپی از من پخش شده یک مدارکم پخش شده که ادعا کردن که من تروریستم یا لحچهش رو نگاه کنید شوخوتون مدارکم تو عراق جا موند یه خود شلوغ شد مدارکم گذاشتم اومدم اینا فکر میکنم با دسته کورا طرفن اگه بره تو دفتر خبرگزاری تو فارس نیوز بشینه چون مال سپاهی یا تسنیم بنابراین همه باور میکنه این بیچاره راست میگه این مدارکش رو جا گذاشته این کارتا همه مال یه آدم سیویل بوده این بدبخت کار میکنه کارمند اتوبوس رانی بوده اما ابعاد آلودگی رژیم در عراق این چارتا کارت نیست شما دقت کنید در منطقه سبز در عراق تمام سفارتخونه از جمله سفارت آمریکا وزارتخونه ادارات همه اونجاست اما تظاهرات تمرکز داره در اون بخش از پلی که مقابل سفارت جمهوری اسلامیه مقابل لانه جاسوسی به قول خودشون دیروز میگفتن عراقی ها که در تهران داد میزنن مرگ بر آمریکا در عراق داد میزنن مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر ایران نمیگن خیلی جالبه مرگ بر ایران نمیگن مرگ بر ایرانی نمیگن مرگ بر پاسدار میگن مرگ بر قاسم سلیمانی میگن ولی مردم عراق هم تشخیص میدن که چه کسایی جنایتکارن اینو به پای مردم ایران ننویسن دیشب گوش میکردم صحبتهای دکتر طائی رو گوه آقا این مردم با ایران همونجور که خود من اینجا براتون گفتم خیلی دوست بودن صمیمی بودن ارتباط نزدیک داشتن این رژیم باعث شد که مردم این حالت نفرت رو پیدا کنن بچه جوون خیلی بتونه دراره $200 در ما بتونه حقوق دراره بعد نگاه میکنه میبینی مزدورای هشت و شبی $1,000 $2,000 دارن پول میگیرن نوکرای قاسم سلیمانی بالای $1,000 حقوق میگیرن کلافه میشه بهش بر میخوره و اون وقت این آقایون میخواستن برن فلسطین رو آزاد کنن دیروز دوست عزیز و نازنینم علیرضا میبودی گفتگوی داشت با آقای مناشه امیر مناشه امیر درست الان دیگه به گونه سخن میگه به عنوان یک اسرائیلی ولی در حال مناشه امیر یک ایرانیه که قبل از انقلاب هم در روزنامه کیهان هم کار میکرد و اون جنبه های عشقش به ایران سر جاش مونده و اینو کاملا میشه آدم حس بکنه اتفاقا پارسال یه مراسمی هم بود براش بزرگداشتش بود من لس آنجلس بودم رفتم و منتها مناشه امیر در مورد فلسطینی ها هم صدا شده با نتانیاهو و این خیلی برای من تلخ بود دیروز خوشبختانه دیدم میبودی هوشمندانه و به جا یادآور شد مصیبتی که فلسطینی ها امروز باش روبرو هستن این مصیبت رو آقای اریل شارون درست کرد یک طرفه غزه رو تخلیه کرد بدون اینکه با دولت قانونی فلسطین دولت موقت یا دولت خود مختار توافق بکنه در واقع یه شاخ درست کرد تو چشم
دولت خود مختار. شما در طول این سالها ببینید اسرائیلی ها نسبت به غزه حالا حمله میکنن میزن، اما سخاوتمندانه قطر 450 میلیون دلار میاره میذارن بره تو، سیمان بره تو ساختمون بکنن، اما تو ساحل غربی نه. حقوقشون رو که فلسطینی ها میگیرن در اسرائیل کار میکنن، یه بخشیشو میدن به دولت خود مختار. اسرائیل اونو توقیف کرده، بهشون نمیده. به کی نمیده؟ به ابو مازن که شریک صلحشه. بعد میره بیت المقدس و میگه مال ماست. آمریکا هم سفارتشو میبره و انتظار داره که فلسطینی ها بگن به به چه کار خوبی کردی، ما تسلیمیم مخلصیم، همین جبل ابو غنیم رو به ما بدین کافیه. نه، تاریخو که نمیشه با جغرافی خطکشی های غلط روش کرد، یه جای این خطکشی ها میزنه بیرون. بنابراین بیت المقدس شرقی مال فلسطینی هاست، بیت المقدس غربی پایتخت اسرائیل، همه اینو قبول دارن. ساحل غربی رود اردن، اراضی اشغال شده در 5 ژوئن بعد از 5 ژوئن 1967 متعلق به ملت فلسطینه، که باید با یه پاساژ، با یه راه، با یه تونل وصل بشه به نوار غزه. در این میون تبادل زمین هم میتونن بکنن، یه بخشی از این زمیناشون رو فلسطینی ها میدن، در مقابل یه بخش دیگه میگیرن از اسرائیل، که پیوند بین دو بخش فراهم بشه، داستان بنگلادش و پاکستان تکرار نشه. ولی آقای امیر خیلی طرف میرفت، دائم میگفت این بدبخت های مفلوک فلک زده فلسطینی ها کی باعث شد؟ وقتی فلسطینی ها رفتن بعد از اسلو به ساحل غربی، چقدر پیشرفت کردن، چقدر تحول ایجاد شد، چقدر هتل ساخته شد، چقدر امیدواری ایجاد شد، کی بر همه زد؟ بازی زشت آقای شارون غزه رو در واقع دو دستی داد به جمهوری اسلامی و به رژیمای تندرو عرب، به دولت قطر و عظما، کی باعث شد؟ انصاف داشتن. آقای امیر میتونه اسرائیلی باشه، از وطنش، حالا که اسرائیل وطنش، دفاع کنه، از حق اسرائیل دفاع کنه، حاکمیتش رو دفاع کنه. ما انسان ها اگر آزاده هستیم باید حق زندگی و حیات برای فلسطینی ها هم قائل بشیم و برای اسرائیلی هم ده برابر قائل بشیم، چون مردمانی هستن که خیلی زجر کشیدن. 6 میلیون نفرشون رو در جنگ جهانی دوم هیتلر و موسولینی و آدمخورا کشتن. پس این ملت حق داره در آرامش زندگی کنه، همطور مردم فلسطین. 2000 سال این نخل جلو خونشه، با بولدوزر این نخل رو شما میکنی، چی به اون میگی که تو اینجا ریشه نداری؟ دوست عزیز آقای امیر، امیدوارم حرفای بنده باعث کدورت شما نشه. من روی انصاف میگم، اسرائیل حق زندگی، حیات، و اینو داره که دست در دست همسایگانش و پسرعموی فلسطینیش باشه. این دو ملت اگر با هم متحد بشن، اولا این دکونا رو همه رو میبندن دیگه. سیدعلی آقا از این بازی ها نمیتونه بکنه، امیر قطر از این بازی ها نمیتونه بکنه. اگه پولی هم میده باید بده صرف آبادی اون منطقه بشه. ایشون اشاره به واحدهای صنعتی میکرد که اسرائیلیا درست کردن، فلسطینی‌ها اومدن اون تو کار میکردن، ولی بعد با خرابکاری روبرو شد. دوست من، تاریخ مال همین 4-5 ساله، 200 سال نگذشته که آدم، 100 سال نگذشته که آدم بیاد جریان بالفور هم بخواد کج و کولش کنه. نه، مال همین 10 سال پیشه، نمیشه که اینجوری تحریفش کرد. خیلی به نظر من اینا نکات قابل تحمل. آقای ظریف در مجلس سخنرانی میکرد، حالا حرفشم جالب بود راجع به اینکه بله
اینایی که پولشویی میکنن چه لطمه میزنن و ایشون داشت دفاع میکرد. البته حرفش هم درست بود از این نظر که آقا جان ما رو دارن زیر ذره‌بین کنترل میکنن. یه جایی که برگشت گفت که بله امریکا هم به من میگه مالکش جمهوری اسلامی، جالب بود گوش فیلمیه دیگر رو. بنده که معروفم در دنیا، صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو ببینید، بنده معروفم در دنیا به این که سینه چاک می‌کنم برای دفاع از منافع این مردم و منافع جمهوری اسلامی. شما عنوانی که وزیر خارجه آمریکا به من داده رو و باعث افتخار بنده است شنیدید؟ من بر علیه منافع نظام صحبت میکنم یا اونهایی که از صحبتهای دلسوزانه من به خاطر منافع جناحی سوء استفاده میکنند؟ حالا شما فرصت دارید نوار بگذارید، ولی بنده عرض کردم اون چه که من گفتم در دفاع از جمهوری اسلامی و مقابله با فسادکارانی بود که به نام حمایت انواع جنایت ها را انجام میده. این کارها بنده رو از دفاع از جمهوری اسلامی باز نمیداره. ظریف در بخش دیگری از سخنانش مطلک سنگینی هم نثار محمود احمدی نژاد کرد. ظریف بدون نام بردن از احمدی نژاد 6 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را کاردستی های احمدی نژاد نامید. اعتماد نداشتیم، اما اقداماتی که در قبل از ورود ما به مسئولیت شکل گرفته بود جمهوری اسلامی رو با 6 قطعنامه شورای امنیت مواجه کرده بود. 6 قطعنامه شورای امنیت تنها در صورتی میتواند لغو شود که 5 عضو دائم موافق باشند. 6 قطعنامه شورای امنیت که کاردستی برخی دوستان بود، کاغذ پاره ها فقط با توافق 5 عضو دائم شورای امنیت قابل لغو بود. در غیر این صورت لغو نمی‌شد. ما نمی‌خواستیم با آمریکا مذاکره کنیم. من بعد از سالها زندگی در غرب عاشق و شیفته مذاکره با غربی‌ها نیستم. این فشارها رو بیش از هر کس من تحمل کردم. سختی مذاکرات، فشارهای مذاکرات، توهین‌هایی که شد و به حمد الله به لطف خدا نهایتاً هم از سوی آمریکایی‌ها تحریم شدم، اینها رو برای این انجام دادیم که بتوانیم 5 قطعنامه شورای 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد رو لغو بکنیم و کردیم. کاری که در تاریخ شورای امنیت اتفاق نیفتاده بود بدون اینکه حتی یک دقیقه طرف اینجوری باد میندازه زیر قبقبش. و بعد یا بعد احساس هم بکنه که دیگه آره امیر کبیر شده، مصدق شده. کتابی دکتر حلبی نوشته بود و در اون سوالی ازش شده بود که از میان کتاب‌هایی که خونده، برجسته که در زندگیش بوده، کدوم روش خیلی تاثیر گذاشت. اشاره کرده بود به سیر حکمت در اروپا، نوشته زندیاد محمد علی فروغی زوکال ملک، و من هم این کتاب رو یکی از ارزش‌های زندگی خودم اینو میدونم که این کتاب رو 10 بار خوندم. اولین بارم همون زمانی که امیر کبیر 30 تومن میگرفت 300 تومن کتاب به ما میداد. جعفری نازنین روح شاد و محمد رضا عمرش دراز باد. من عاشق این کتاب بودم وقتی میخوندمش. و این مرد بزرگ فروغی، نخست وزیر ایران، وزیر خارجه هم بوده، در کنفرانس های متعدد از حقوق ایران هم دفاع کرد. اون وقت هم با ظریف مقایسه میکنه که میگه من مالکش جمهوری اسلامی هم. مالکش اون وقت روزنامه کدوم بود؟ قانون بود، یکی از این روزنامه ها ورشته بود، نوشته بود که آقای ظریف جایگاهی والاتر از مصدق رو نمیدم. خدای نه قانون نبود، نه قانون نبود.
قانونی ها خیلی با شعور ترن از این. یکی از همین هوچی ها بود که آخه الان روزنامه که در جمهوری ولایت فقیه روزنامه نیست، غیر یکی چند تا آدم حسابی، بقیه آخه شما میرین روزنامه نگارای حسابی خونه نشینن. شمس الوایزی کجاست؟ کجاست؟ پسته میفروشه خونه نشینه. ما هم امید ایران تحتیل کردیم، بچه ها اومده بودن توی جاده شاهنشاهی کبابی امید ایران درست کرده بودن گوشی خیابون، جگر و لیلا گلزار واسطه بود و حسن بگی و بچه های دیده و ایرج صامتی و جگر امید ایران بود. بریم بریم سراغ این نازنین جوان افغانی که افغان که افغانستانی که ترانه برای این وطن بزرگ میخونه. گوش میده. زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم نیست، ریشه کولابی و بلخی و تهرانی یکیست، از درفش کاویان آواز دیگر میرسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. مکتب هندی، عراقی و خراسانی یکیست، فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست، رودکی و حسرت جامی و خوانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستن، ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست، تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری داری، این زبان فارسی را هرچه میخوانی یکیست. چیز فرق شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی، عراقی و خراسانی یکیست، فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست، رودکی و حسرت جانی و خوانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستن، ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست، تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری داری، این زبان فارسی
کسی رو هرچه میخونی یکیست. ای برادر اصل ما رو نیک میدانی یکیست. با درود دوباره. کاوه اکبری عجب قشنگ بود. ریشه های مشترک و کریم باورم که آهنگ ساز، نجیب باورم برجت آهنگ ساز. یک کتاب دیدم از پیام یونسی پور، دوست و همکار عزیزمون که تو برنامه ورزشی همیشه تحلیل و تفسیراشو میبینید، بسیار کتاب جالبی است. حالا اقدمی عزیزم حتما نقدشو خواهد نوشت، راه شیری حلزون چاپ دومش هم در اومد. پیام اومده بود اینجا، دیدمش خوشحال شدم. جوان نجیب، جوان خوب و چه نقطه نظرهای جالبی داشت. توی بی بی سی هم دیدمش راجع به همین مسابقه تبریز در استادیوم باغ شمال صحبت میکرد و خودشون دو سال مشاوره مدیر باشگاه تراکتور سازی بوده، از پس پردم اطلاعات زیادی داشت. کتابشو بگیرید بخونید و از این نویسندگان و محللین جوان، تحلیلگران جوان حمایت کنید. آقای بران هود، مشاور ویژه یا نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و خاورمیانه، دیروز یه مصاحبه با تلویزیون الحره داشت و در این مصاحبه گفت که در 40مین روز گروگانگیری گفت که رژیم جمهوری اسلامی دست از گروگانگیری بر نداشته. ما در واقع بعد 40 سال اینجا اومدیم بگیم این رژیم همون رژیمه، هیچ تغییری در روش و رویه نداده. حالا من دیروز گفتم براتون آقای آلندلون گروگانگیرها اظهار پشیمونی میکنه، آقای اسخرزاده. البته الان اسخرزاده دو میلیاردرای شهر با خانمشون در افتادن تو ساختمون سازی، چه کردن ماشاءالله، ماشاءالله هزار ماشاءالله، همشون همینجورن. خواهر مری و شوهرش هم ماشاءالله زدن به میلیارد. ولی شما دو تا بچه تو چجوری تو امریکا خرجشون میدی؟ میگه میشه همچی چیزی؟ خیلی راحت شما تو امریکا خرج دو تا بچه تو بدی تو ایران بگی مرگ بر امریکا. تزویر و ریا و حق بازی. بعد حرفی که آمریکایی‌ها زدن و آقای بران هوک اینه که جایزه رو که برای آقای لوینسون گذاشتن، پلیس بازنشسته آمریکایی، به 20 میلیون دلار رسوندن. یعنی کسی اگه از او اطلاعات دقیق داشته باشه 20 میلیون دلار از دولت امریکا دریافت خواهد کرد. پاسدارایی که نگرانه و فرداتونین، وحشت زدی، سفارت آمریکا در دسترس، هم دبی میتونید برید، هم باکو، هم ارمنستان، همه اینجا خیلی بغل، یا عراق، عراق هم که زیاد میرید، برید اونجا کلک شو بکنید، پول بگیرید، قلعه یه مقدار زندگی بکنید. اوضاع رژیم خراب است. حالا براتون میگم چرا خیلی خراب است. در طول این 3-4 ماهه اخیر دو روند یا دو حرکت، دو مسیر توجه همه رو جلب کرده بود. یکی این که اونایی که خیلی دل بسته بودن که آقای ترامپ نادروار لشکر، شمشیر زنان نادروار به سوی هندوستان ایران لشکر بکشه، مایوس شدن. ما گفتن آقا چی شد؟ این آقا هم که هیچ اینم که داره میشد، این که اصلا اهل جنگ نیست، اهل مبارزه با جمهوری اسلامی نیست. و یه عده که عاقلانه تر به قضیه نگاه میکردن، اون عده به صورت با تأمل بیشتری گفتن آقا الان نه شرایط دنیا مجال جنگ میده، نه اصولا به مصلحت آمریکا، ایران و منطقه است که جنگی در بگیره. ببینید شما در یک جنگ دقت بکنید، تو بازی شطرنج شما یک حرکتی رو میخواید بکنید، نشستید دارید فکر میکنید، حرکت خودتون رو که کردید، همیشه اون بازیکنهای درست حسابی پیشبینی حرکت حریف رو هم میکنن.
خب اگر من اومدم فیلم و حرکت دادم، او با اسب شکار خواهد کرد. این طبیعت بازی شطرنجه. اونی که فکر به بازی حریفش نمی کنه همیشه بازنده است، مگه شانس علو وقتی که بیاره. ولی اونی که فکر میکنه، چون پیش میگه حریف من 4 بازی داره، من اگه الان این مهرم رو تکون بدم، اون این 4 بازی کدوم رو خواهد کرد؟ اگر اینو کرد من چی کار باید بکنم؟ شما همیشه شطرنج 2 پله 3 پله جلوتر فکر میکنی. تو جنگ هم همینجوره. آقای ترامپ بخواد به ایران حمله کنه، به چی باید فکر کنه؟ 1، واکنش های رژیم چه خواهد بود؟ رژیم و نیروهای مسلحش چه کار خواهد کرد؟ دستشون که به بی بی آمریکا نمیرسه، پس چه کار میکنن؟ سراغ دبی میرن، سراغ قطر و بحرین و امارات و سعودی میرن. و اگر اونا رو درگیر کردن، اون وقت این آمریکا باید وارد جنگ بشه و این میتواند به یک جنگ ویرانگری که تمام منطقه رو با آتیش بکشه تبدیل بشه. آیا باید این کار رو کرد؟ خب ارزیابی میکنن دیگه. آقای ترامپ بعد از اون اولش که خیلی تند بود و 1 زمان گذاشت برای که در این 1 شاید جمهوری اسلامی بیاد و صحبت کنه، ترامپ به شدت از باراک حسین اوباما بیزاره. این نفرت، نفرت وجود داره، حالا اسمشو هرچی میخوایم بذاریم، نجات پرستیه، نمیدونم هرچی هست، هرچی هست، من نمیخوام وارد این مقوله بشه. اما عجیب، نسبت به هر کاری او کرده این انگوش میذاره روش و انگولک میکنه، در حالی که اوباما به جز مورد ایرانش که بسیار غلط کار کرد و مورد عراقش که بسیار غلط کار کرد، در شؤونات دیگر آدم درست حسابی بود و درست عمل کرد. در داخل امریکا، در روابط با اروپا، در روابط با امریکای لاتین، همه اینا رو خوب، رئیس جمهوری که با کاسترو که اون برنامه رو داشتن با برادرش توافق کنه و راول بشه جای برادر که کشور از هم نپاشه. حالا اینا با چین، همینطور با روسیه. آقای ترامپ اولی که اومد روی کار ایراد گرفت به برجام. الان فرانسوی ها و انگلیس ها اونا هم اقرار میکنن که برجام اون ایدئالی نبود که میخواستن. آقای خامنه‌ای که به هیچ وجه نمیخواست. اما آنچه برای اوباما مطرح بود، جلوی غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران رو بگیره به درجات بالا. برای سید علی آقا این بود که حق غنی‌سازی رو بگیره و این به رسمیت شناخته بشه. هر دو طرف به خاص خودشون رسیدن. پس از دیدگاه هر دو طرف این یه پیروزی بود. اما ترامپ این رو پیروزی نمیدونست. این رو در واقع تسلیم شدن به جمهوری اسلامی میدونست و معتقد بود بعد از 10-15 که مهلت تموم میشه با یه جمهوری اسلامی روبرو خواهد بود که 10 بمب اتمی داره. بنابراین میگفت برای اینکه ما بتونیم تغییری در صورت مسئله بدیم، برجام رو بعد از نو بیایم بنشینیم گفتگو کنیم، شرط و شروطش رو بگذاریم. خب جمهوری اسلامی زیر بار نرفت، رسید به 1. جمهوری اسلامی دهنکجی هم میکرد، کارهای بچگانه هم میکرد به گونه ای که آدم احساس میکرد میخواد حریفش رو تحریک بکنه. آقای ترامپ اومد، از برجام اومد بیرون و سانکشن رو آغاز کرد، تحریم ها رو آغاز کرد. تحریم ها بخش اقتصادی داشت، فهرست سیاه بود که آدم ها اسامیشون توش وارد میشد. تقریبا تمام سران سپاه
به این لیسترای راه پیدا کردن، رفتن اون تو. خب حالا با این اسما میخوان چیکار کنن؟ چند نفرشون در دسترس خواهند بود که بشه دستگیرشون کرد؟ شما حسابای آقای قاسم سلیمانی، آقای ظریف رو میبندی در امریکا. ظریف زمانی که دانشجو بوده، بعد تو سازمان ملل بوده، حساب کتابی داشته، بعدم که اومده لابد 20 دلار توش گذاشته، بقیه پولاشو برداشته. خب حالا شما حسابشو فریز بکن، چه تأثیری خواهد داشت؟ اینجا بود که آقای ترامپ نشست و فکر کرد، به نظر من با مشاورانش، با حالا کسایی که تیمی که الان آقای پومپئو درست کرد و آقای براون هوک هم چهره برجسته اون تیمه، اینا گفتن که روی یک نقاط حساسی ما انگشت اگه بگذاریم جیغ اینا در میاد و اون نقاط حساس رو باید بریم جستجو بکنیم، اوناست که کلافه میکنه اینا رو. چه موقعی اینو اعلام بکنیم؟ 13 آبان. 13 آبانی که آقای براون هوک میاد، رابرتس میاد که معاون وزارت خارجه آمریکا شده بیاد، باقی مانده گروگان ها بیان، چون خیلیشون در این سالها درگذشتن، عمرش دراز باد. بعدی روزن بیاد که براتون گفتم واقعا چه آدم وارسته ای. و اون روز آمریکا بیاد و اون حساس ترین نقطه هایی رو که انگوش بذاره روش جیغ ولی فقیه در میاد، اون نقطه ها رو انتخاب بکنه. حالا قبل از اون شما فیلم 13 آبانی رو که صدا و سیما پخش کرد اول یه نگاهی به این بیندازین تا من بعد این نقطه های حساس رو یکان یکان براتون بگم. 15. اینجا چیکار میکنی؟ اومدم آمریکا رو بهتر کنم برم. 29 سالمه. اینجا اومدیم به خاطر حمایت از کشورمون در مقابل بیگانگان به خصوص آمریکا و اسرائیل. اومدم به این نظام میگم ما هستیم، با آقا بگم ما هستیم. ما کجا هستیم؟ با آخرش، با آخر این قطعه خون. 40 سال کارنامه یک دولت به نام آمریکا از نگاه شما جز فضاحت چیزی نیست. ما نمیتونیم با آمریکا اعتماد کنیم هیچ وقت. اگر دیوار بی‌اعتمادی بین ما و شما سر به آسمون کشیده، باز هم شک نکنید مقصری. حتی این پرنده هم کج کج و نامتعادل روی دیوارتان راه می‌رود. اینو می‌دونم که اونجا فرقی نداره رئیس جمهور کی باشه، اونا با ما دشمنن. 40 سال بیشتر از کارنامه سیاهتان می‌گذرد. نه تنها زنگ نزدیم، بلکه فرستادگان شما را هم کاملا تفهیم کردیم که علتش تفکرات زنگ زده خودتان است. و امروز با یک یادمان به میان مردم رفتم، کاغذهای رشته رشته شده. یاد چی میافتید این کاغذهای ریش ریش شده رو میبینید؟ این یاد همون سالی میافتم که لانه جاسوسی تسخیر شد، از ترسشون اینا رو ریش ریش کردن. که اونا چی بود؟ خیانتاشون به ملت ایران، سند خیانت آمریکاست. باور کنید سوال همینه، به همین سادگی. به مقامات آمریکایی بگید هر چی که دوست دارید. هیچ غلطی نمیتونم بکنم. همین شهید نوجوانو انقدر دوست دارم، فهمیده وقتی اسمشو میشنوم تنم میلرزه، میگم کاش منم با اون بودم، کاش منم جای اون بودم، از این کشورم دفاع میکردم. خطاب به اینوری های بسیار کم و آنوری های خارج نشین امروز نبودید، اما مردم کاملا آمده بودند. راستی کم حافظه ها به خاطر بسپارند، کلن ممنوع است. اولا این خبرنگار صدا و سیما که پیرن ولایتی دبلم پوشیده بود، ایناشون که خیلی میخوان شیک باشن تو مهمونی ها دبلشون میپوشن. یه دوستی یه دونه برای من آورده بود. چی بگم؟
دبلش رو پوشته بود و این آدم رو به یاد اون قدیم مینداخت که این بعضی از این نمایش های رادیو بود، رولای سوزناک، این همون رولای سوزناک حرف میزد. بگو با آمریکا، بگو. آقای ترامپ هم این جمعیت رو دید، این حرفا رو شنید، همینجوری لرزید، دست و پاش زبونش به لغو افتاد، گفت نه باید یه جوری من حال سید علی آقا رو بگیرم، اینجوری نمیشه. چیکار بکنیم؟ ما به جای این داد و بیداد تو خیابون نعره زدن مرگ بر امریکا، مرگ بر جمهوری اسلامی و غیره، اینا رو تو بغداد مردم میگن، احتیاجیش ما بگیم. ما میایم کاری میکنیم که جز و ولش تو خونه را بیفته، مادر آقا مشتبه نفرین کنه آقا رو، نفرین کنه که آقا این چه بلایی برای بچه‌م درست کردی، این تا آخر عمرش با بچه‌هاش و نواهاش گیره، شاید دلش خواست اینا رو ورده ببره والت دیزنی، ببره دیزنیلند، والت دیزنی، تشکیلات رو ببینه، این نوه کوچیکم عاشق اینه که بره یونیورسال رو ببینه. حالا چرا کاری کردی که اینا تا آخر عمرش رو نتونن برن امریکا؟ مادر بزرگه دیگه، آدم همه چی رو برای نوهش میخواد. بعد حالا فکر کن نوه های بیچاره به خاطر این اسمی که آقا داره محروم شدن، چون باباشون هم محروم شد. فکر کنی آقای خامنه ای نشسته با اون حکمت و دانش و دستیاران چپ و راستش، نشسته تیم درست کرده، آقا مشتبا کنارش، رئیسی بیاد، رئیسی جلو، آقا مشتبا وردست، بعد از سه سال رئیسی میره آقا مشتبا. خب آقا ولایتی هم که هست، وزیر خارجه خودم، صدر اعظم خودم سر جاش، وحید جانم هست، آفتابه دارم، کارامو انجام میده، و حداد جان عادل زمین تازگی بهش دادم، باز وام دادم، مدرسه فرهنگ روز به روز داره بزرگتر میشه، خانم ماهروزادم داره بزرگ میکنه، به 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 چه تیمی درست شد. نه یه خود کم داره محمدی، محمد محمدی گلپایگانی، خب پسرش هم که داماد آقای خامنه ایه، باید اونم اضافه بشه، وحید جان حقانیان هم که اضافه شد. عجب آقا این بقیه چرا تیمسار باقری رو آوردن؟ ای داد بیداد، مردان کلیدی رهبر دونه دونه همه وارد، غلام علی رشید، ای داد بیداد، غلام علی رشید هم آوردن. عجب بابا، دیگه کی مونده بود که اینا نیرن؟ دهقان هم آوردن، وزیر دفاع پیشین، مشاور ویژه، اینا رو که قبلا هم که دیگه همه رو آورده بودن. این میشه تیم دردناک، تیمی که کلید خورده به سیاهی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.